به نام خدا سلام یک سوال از سراسری ریاضی 92 مربوط به بحث ترمودینامیک رو با هم حل بکنیم گفته که اگر دمای منبع دما پایین یک ماشین گرمایی را که با چرخه کارنو کار می کند 100 کلوین کاهش دهیم بازده آن از اتا به اتایی به اضافه 20 درصد تبدیل می شود دمای منبع دما بالای این ماشین گرمایی چند درجه سلسیوس هستش دقت کنید که دمای منبع دما بالا رو از ما خواسته و اینکه کلوین داده سلسیوس از ما خواسته بیایم سوال رو حل بکنیم وقتی گفته که این یک ماشین گرمایی هستش که از چرخه کارنو پیروی میکنه میایم فرمول چرخه کارنو رو می نویسیم که ده رو در ماشین کارنو می اتا برابر هستش با یک منهای تی ال که همون دما پایین ما بود به تی هاش که دما بالای ما هستش اینجا اومده گفته 100 کلوین کاهش میدیم TL رو پس یه بازده درصدی دیگه ای رو من می نویسم پریم برابر هستش با یک منهای های حالا این میشه 100 TL 100 صد تا کاهش پیدا کرده پس میشه TL منهای های صد تقسیم بر تی اچ و ادامه میدم همین رو برابر هستش با یک منهای تفکیک, تفکی کنیم این میشه تی ال به تی اچ این منفی هم بیاد اینجا ظرف چه این میشه مثبت صد تقسیم بره H صد تقسیم بر TH خب حالا ما اینو نوشتیم اگه خوب دقت کنیم اینجا میتونیم اینو بنویسیم همین اتایی که بالا نوشتیم همین فرموله دیگه اتا برابر استش با یک منهای تی ال تقسیم بر تی خب حالا اتا پریم رو میام من میذارمش از اتا تبدیل شده به اتایی به اضافه 20 درصد پس اینم میذارم اتا به اضافه 20 درصد رو هم به این صورت بنویسیم مساویه اینم میشه اتا به اضافه 100 تقسیم بر تی اچ صد تقسیم بر تی اچ خب اتاها با هم پر از اینجا من یه نه اصلا میتونم محکوس بکنم این میشه 120 بیستوم برابر هستش با تی اچه تقسیم بر صد که این میشه پنج پس در نتیجه تی اچ برابر هستش با 500 که کلوین هستش 500 کلوین اما از ما سلسیوس خواسته فرمول تبدیل اینا به همدیگه هستش درجه کلوین برابر هستش با تتا به اضافه دیویست و پس در نتیجه من کلوین رو دارم 500 کلوین منها... منهای 273 من های 273 برابر میشه با از 10 تا 3 تا بزنم میشه 7 و از 9 شم 7 تا بزنم 2 اونم که 2 میشه 227 درجه سلسیوس پس ما دمای تیهاش رو یعنی دم منبع دما بالا رو در این ماشین گرمایی پیدا کردیم دویست و هفت درجه سلسیوس یا همون 500 درجه کلوین تست کنکور سراسری ریاضی 92 بود برای بچه های رشته ریاضی امیدوارم که از حل این سال لذت برده باشید تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار